خب با یه سری آموزش دیگه در خدمتون هستیم. یک عدد تشت، صفحه گردون و یک سطل هم برای ارتفاع کار استفاده میکنیم. ظرفی که قبلا با گواش های آندرگلیز کار کردیم و روش میذاریم که بتونیم روش رو لابه براشینگ بزنیم. با مشکی BT07 استفاده میکنیم و شروع میکنیم به استفاده این لعاب با قلمو. به روش براشینگ همون حالت قلموی هست و ما شروع میکنیم به لعاب زدن. سعی کنید که لعاب ها رو غلیظ بردارید تا قشنگ خوب لعابتون بشینه روی کار. مخصوصا دست اول خیلی مهمه که لعاب غلیظ برداشته بشه. خیلی فرق نمی‌کنه که به کدوم جهت بخواین کار بکنین، یا منظم میتونه باشه یا میتونه پراکنده باشه. مهم اینه که روی تمام سطوح و کامل لعاب خورده باشه و جایی باقی نمونه. تمام سطح کارو به این صورت به آب میزنیم. لعابای براشینگ خوبیش اینه که ترک نمیخوره، مخصوصا لعابایی که ما تولید میکنیم به هیچ عنوان تپک نمیزنه، بو نمیکنه، یک سال ماندگاری داره و به راحتی هم قابل استفاده است. دمای هر لعاب در سایت مشخص شده و شما میتونید با مراجعه به کدی که خریداری کردید دما و نحوه استفادهش رو ببینید. لعاب ها رو به راحتی میدید با همدیگه ترکیب هم بکنید، لعاب های جدیدتری بسازید. تمام سطح رو نگاه کنید، من لعاب میزنم و دست اولی که زدم میذارم یه مقدار خوش بشه. دست دومو بعد از چند دقیقه که خوش شد میتونید لعاب بزنید. توجه داشته باشید که لعابتون وقتی خوش میشه کم رنگ تر میشه، چون حالت خشک میشه و اونقدری باید بزنید که به ضخامت یک ناخن برسه. و حتما اگر تجربه کنید میتونید به راحتی این لم کار دستتون میاد و دیگه مشکلی براتون از این بابت نیست. خیلی کار باش راحته، به راحتی میتونید استفاده کنید. سعی کنید سطحتون یک دست باشه، یک جا رو مثلا زیاد نزده باشید یا کم نزده باشید، تمام سطح رو مطمئن باشید که لعاب خورده و به همین سرعت ادامه میدید. خب دوستان، بعد از دیدن این ویدیو حتما ویدیوی بعدی که آموزش لعاب براق برای داخل همین ظرف هست رو نگاه کنید و منتظر برنامه بعدی ما باشید.